در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران با نصب بنرهای الزام به رعایت حجاب اجباری همراه با ممنوعیت‌های جدید در مورد پوشش را به دانشجویان گوشزد کردند. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. این اقدامات سختگیرانه در محیط‌های دانشگاهی، آن هم بعد از جنبشی که بر آزادی‌های مدنی و به ویژه آزادی در انتخاب نوع پوشش استوار است، بر ادامه یافتن فشارها و سرکوب‌های حکومتی سهه می‌گذارد. و اما سوال اینجاست که آیا حکومت با بی‌اعتنایی به مطالبات دانشجویان و استادان معترض و افزایش فشار بر آنها موفق به خاموش کردن صدایشان خواهد شد؟ آیا با تبدیل کردن دانشگاه‌ها به پادگان‌های نظامی کنترل اوضاع را در دست می‌گیرد یا دانشجویان را وامی‌دارد که برای فریاد زدن مطالباتشان کف خیابان را برگزینند؟ در دیدگاه با نیکی محجوب، خبرنگار ایران اینترنشنال از انگلستان همراه می‌شویم تا درباره افزایش فشارها و اعمال ممنوعیت‌های جدید در فضاهای دانشگاهی گفتگو کنیم. خانم محجوب، به نظر میرسه با شروع سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها ممنوعیت‌ها و قواعدی اضافه بر اونچه که پیشتر وجود داشت وضع شده. ابتدا خیلی کوتاه این موارد رو برای شنوندگان دیدگاه مرور کنید لطفاً. اتفاقی که افتاده اینه که خب بله، اومدن زمان دانشگاه ها رو تغییر دادن، زمان بازگشایی رو. حالا با همه آنچه که در سال گذشته اتفاق افتاده بود، دانشجویان اطلاع داشتن و مطمئن بودن که این فشارها افزایش پیدا خواهد کرد. حالا مثلا امروز اتفاقی که در دانشگاه افتاده این بوده که در دانشگاه تهران جلوی دانشگاه ایستادن، دانشجویانی که روسری داشتن رو اجازه ورود بهشون ندادن، تاکید کردن که باید دانشجویان فقط با مقنعه با مانتوی بلند زیر زانو وارد بشن. برنامه امیرکبیر و دانشگاه تهران پیشتر اومدن تصاویر رو منتشر کردن از آنچه که در دانشگاه داره اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اومدن در جلوی دانشگاه امیرکبیر و یک بنری رو در داخل دانشگاه و در دانشگاه تهران هم به همین ترتیب نصب کردن، تعیین کردن چی بپوشن چی نپوشن. یعنی دانشجو زن نباید جوراب نازک بپوشه، مانتوی تحت‌دار بپوشه، تتو نداشته باشه، لاک نداشته باشه، ناخن نکاشته باشه، آرایش نداشته باشه، حتما مقنعه باشه. شام تعیین شده که کفش پاشنه دار صدادار نباید پاش باشه. برای دانشجویان مرد هم همین رویه رو اعمال کردن. یعنی چی؟ یعنی دانشجوی مرد نباید کمربند به قول خودشون غیر متعارف بپوشه، نباید شلوارش کوتاه باشه، جورابش نازک باشه، خالکوبی داشته باشه، پیرسینگ داشته باشه. یه محدودیتاییه که ممکن بود در سالهایی که حالا من مثلا در ایران دانشگاه رفتم این رو تجربه کرده بودیم. میومدن میگفتن شلوار کوتاه نپوشید، خیلی از دانشجو میپوشیدن، خیلی رعایت نمیکردن. ولی الان این در حال فشار رو دارن بیشتر میکنن، ممانعت میکنن از حضور دانشجویان و به گفته یه تعدادی از دانشجویان جمهوری اسلامی تلاش میکنه همونطور که در مسموم سازی دانش آموزان از اونها میخواست انتقام بگیره، با این فشارها، بازداشت تا تعلیق ها، از دانشجویان هم انتقام بگیره. خانم محجوب، علاوه بر کمیته های انضباطی مستقر در دانشگاه ها، چه نهادها یا گروه های دیگری برای کنترل دانشجویان و استادان و نظارت بر اجرای مفاد این آیین‌نامه ها در دانشگاه مستقر شدند؟ نکته خیلی مهم اینه که این کمیته های انضباطی قرار بوده بر اساس اصول قواعد و قوانین کار کنه، اما الان ما میبینیم در موارد جدیدی که داره اتفاق میفته بر اساس گزارش هایی که به دست خودمون در ایران اینترنشنال رسیده، چه چیزی در هر حال نمود پیدا کرده اینه که حراست داره میاد خودسرانه، حالا به زعم خود یه تعدادی از دانشجویان، یک اقدامی رو داره انجام میده و اون اینه که خودش تصمیم میگیره کدوم دانشجو تعلیق بشه، کدوم دانشجو اجازه حضور در دانشگاه رو نداشته باشه. اولا کاری که حراست داره میکنه اینه که گفته ما همه کار این کمیته انضباطی هیچ کار است، دانشجویان رو میبره تو حراست با عنوان مهمان حراست، از دانشجویان تعهد میگیره برای اینکه دانشجویان دیگه در اعتراضات شرکت نکنن، بدون اینکه دانشجو به کمیته انضباطی رفته باشه دانشجو رو ورودش رو به دانشگاه منع میکنه. آنچه که اتفاق افتاده اینه که وزارت اطلاعات سپاه، نهادهای مختلف امنیتی، بسیج دانشجویی، حراست، اینا همه دست به دست هم دادن و دارن این فشارها رو در شکل‌های مختلف بر دانشجویان اعمال میکنن. عکس العمل دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی در مقابل اعمال این گونه محدودیت و فشارها تا به الان چطور بوده خانم محجوب؟ هم
خبرنامه امیرکبیر، هم شورای صنفی دانشجویان، هم دانشجویان متحد، هم بقیه نهادهای صنفی که توی این مدت دارن کار میکنن، اطلاع رسانی رو مهمترین نکته قرار دادن. چرا؟ برای اینکه وقتی در سکوت یه سری اتفاقها بیفته، عملا خب ممکنه کسی مطلع نشه و فرض کنه این اتفاق برای او اتفاق افتاده، تحت فشار قرار بگیره. اما وقتی اطلاع رسانی بشه موضوع متفاوت میشه. مثلا نمونه‌ای که اومدن خوابگاهایی که برای دهها شهید بهشتی میدادن، اومدن مکان رو برای تعدادی از دانشجویان به دلایل واهی مکان خوابگاهشون رو عوض کردن. دانشجو باید 2 ساعت در راه باشه، دانشجو باید هزینه حمل و نقل بده، هزینه خوراکش 2 برابر میشه، چون خوابگاهی که نزدیک دانشگاه بوده یه هزینه داشته، خوابگاهی که الان دانشگاه داره به این دانشجویان میده با فاصله دور بیش از 2 میلیون ماهانه باید دانشجو پرداخت بکنه. یعنی یک رویه ای که دانشجویان میگن تلاششون رو دارن میکنن مقابله بکنن، بایستن در مقابل هر آنچه که جمهوری اسلامی میخواد فشار بیاره. و تاکیدشون اینه، جمهوری اسلامی میخواد دانشگاه ها رو از دانشجویان معترض به شکل‌های مختلف خالی بکنه، اما دانشجویان معترض این اجازه رو به جمهوری اسلامی نخواهند. خانم محجوب، در واکنش حکومت به این نافرمانی بزرگ مدنی، استادان دانشگاه ها هم از اعمال فشارها بی‌نصیب نموندند. چه گروه‌هایی بیشترین آسیب رو دیدن و ادامه این روند به اصطلاح خالص سازی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ ببین، چیزی که اتفاق افتاده اینه که ما داریم میبینیم تمامی اساتیدی که، اینو میشه به جد گفت، تمامی اساتیدی که در یک سال گذشته نسبت به آنچه در ایران اتفاق افتاد در جنبش مهسا، خیزش زن، زندگی آزادی، نسبت به آنچه که بر دانشجویان روا شد، بازداشت دانشجویان، حمله به خوابگاه‌های دانشجویان، حمله به دانشجویان، زندانی کردن دانشجویان، این اساتید که همراهی کردن با دانشجویان معترض، از اونها حمایت کردن، از مردم حمایت کردن، یا دارن تعلیق میشن، یا دارن اخراج میشن، یا مجبورشون دارن میکنن به بازنشستگی. چیزی که داره اتفاق میفته اینه که به گفته همین دانشجو اساتید و تعدادی از دانشجویان، آن چیزی که جمهوری اسلامی میخواد یک دانشگاه پادگانی است. تاکید هم میشه میبینیم که مثلا میرن مداح میارن میذارن تو دانشگاه، میرن در هر حال بسیج دانشجویی رو که پرونده سیاهی داره، دانشجویان سالها با این افراد مواجه شدن، آزار دیدن، آسیب دیدن، میکنتش استاد دانشگاه در بهترین دانشگاه‌های ایران، فقط برای اینکه در هر حال این شرایط رو بتونه به نفع خودش تغییر بده. اما آن چیزی که در عمل میبینیم اینه که این شرایط تغییر نمیکنه. یعنی هستن دانشجویانی که دارن به زور تعلیق میشن، دانشجویان یا اساتیدی که دارن به زور تعلیق میشن، اما از اون طرف حمایت‌های ازشون داره به شکل‌های مختلف صورت میگیره. با پادگانی شدن فضای دانشگاه‌ها و شروع سال تحصیلی با نصب فرامین جدید، تکلیف آموزش عالی در دانشگاه‌های ایران چی میشه خانم محجوب؟ آیا کسی نسبت به این موضوع دغدغه‌ای داره؟ اینجوری بگین که اساتید و دانشجویان معترض و دغدغه من، بله، نگرانند و میخوان هر چه سریعتر این رویه رو عوض کنن. اما آن چیزی که ما از طرف در حال وزیر علوم و وزیر اطلاعات و افرادی که در حال نگاه های امنیتی دارن به این قضیه میبینیم اینه که اونها هم دارن راه خودشون رو پیش میبرن. یعنی یک اتفاقی که افتاده، آن چیزی که دانشجویان میگن که به شکلی یک انقلاب فرهنگی داره اتفاق میفته. چرا این رو میگن؟ چون در هر حال تجربه‌ای بوده، دیدن چه شده. در اعتراضات سال 1401 دانشگاه مرکزی بود برای بیان اعتراضات. یادمون نره که میشه گفت در تمام این 40 سال دانشگاه‌های ما به این شکل محل تجمع، اعتراض، تحسن، بیانیه، سرود و همه آن چیزی که در یک سال شاهدش بودیم، ما در پیش از اون نداشتیم. از اون طرف حجم برخوردی که با دانشجویان شد، بازداشت شدن، حجم برخوردی که با اساتید شد، تعدادی از دانشجویان مجبور به ترک کشور شدن، تعدادی از دانشجویان تبعید تحصیلی شدن، همه آن رویه‌ای که ما داریم با هم می‌بینیم اینه که آن چیزی که داره اتفاق میفته اینه که جمهوری اسلامی میخواد دهه 60 و یک زم اساتید انقلاب فرهنگی رو راه بندازه که دانشجویان و اساتید میخوان جلوش بایستن و اجازه ندن که این محل که محلیست برای تحصیل، محلیست برای یادگیری و محلیست برای آموزش برخوردهای دموکراتیک به آن چیزی تبدیل شود که جمهوری اسلامی میخواهد. خانم محجوب، آیا حکومت تا به الان در سرکوب دانشگاهیان به قصد تبدیل دانشگاه به کارخانه آدمسازی، البته به تعبیر خودشون، موفق بوده؟ حاصل این همه سرکوب و فشار طی ده ها سال چی بوده؟ ببین، با
باید بگیم که جمهوری اسلامی خب از همون دهه 60 تلاش هایی کرد. ما یادمون نره کوی دانشگاه رو در دهه 70، بعد یادمون نره آن اتفاقی که بعد از اعتراضات 88 دوباره در کوی افتاد، دوباره تعدادی اعتراض بود. ما قیام 98 و اعتراضات 1401 و اعتراضات سال 96 رو یادمون نره. در همه اینها دانشجویان به شکلی حتی اندک حضور داشتن، این رو باید تاکید کرد. اما در 1401 این تجمع، این اعتراضات گسترده بود. ببین در بیش از 400 دانشگاه ما روزانه تجمع داشتیم. اتفاقی که افتاده بود این بود که پیش از این که در حال ما در دوره کرونا خیلی از این نهادهای دانشجویی که نهادهای مستقلی که کار میکرد فعالیت نکردن، به این دلیل که کرونا رو دانشجویان در خونه نشستن. دانشجویان از راه‌های دیگری یاد گرفتن با هم ارتباط بگیرن، دانشجویان یاد گرفتن با هم متحد باشن، دانشجویان یاد گرفتن که برای نظرشون، آن چیزی که باور دارن، در کنار هم برای رسیدن به یک هدف مشترک بایستن و بجنگن. این همان چیزی بود که دانشجویان حتی به اساتید هم یاد دادن. در ابتدای این اعتراضات خیلی ما نمی‌دیدیم اساتید همراهی کنن، حتی دیدیم اساتید بودن کلاس برگزار کردن، دانشجویان رو محروم کردن، اساتیدی بودن همراه شدن، بازوی سرکوب شدن. ولی در نهایت آن چیزی که در آخر دیدیم همراهی اساتیدی، بسیاری از اساتید بود با دانشجویان. حتی اگه مجبور بودن سر کلاس برن حضور و غیاب نمی‌کردن، حتی اگه باید دانشجو رو توبیخ می‌کردن دانشجو رو توبیخ نمی‌کردن، سعی می‌کردن دانشجویانی رو که سنواتشون به مشکل برخورده حمایت بکنن. ما داشتیم توی شهرهای مختلف که دانشجویانی رو که خوابگاهاشون رو ازشون جمهوری اسلامی باز پس گرفته بودن به شکل‌های دیگری از طرف افراد دیگر حمایت شدن. یعنی اگه همه اینها رو کنار هم بذاریم میشه گفت جمهوری اسلامی نتونسته موفق بشه، ممکنه تونسته در برهه‌های سرکوب بکنه، اما اتفاقی که افتاده مثل این بوده که در یه طوفان باشیم. این طوفان وقتی موج میاد ممکنه موج اول دوم یا موج‌های تعدادی از اونها آروم بیان و بخورن به ساحل، ولی وقتی طوفان به شکل وسیع شکل میگیره اون موج بعدی موج بسیار سهمگینیه که اتفاقا میتونه خیلی چیزها رو تغییر بده. ممنون از همراهی شما نیکی محجوب، خبرنگار ایران اینترنشنال از انگلستان. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.